از سلام ادب احترام خدمت دانشجویان عزیز، جلسه ای که امروز میخوایم در خدمتتون باشیم در مورد چند تا از مهمترین موضوعات برنامه نویسی، نه تنها سی شارپ و کوری زبان های برنامه نویسی هستش، در همه زبان ها هستن. در جلسات قبل هم گفتم تشابه خیلی زیادی بین زبان سی شارپ و جاوا هستش، به خصوص این قسمت هایی که دارم میگم خیلی شبیه هم هستن. بعد و اگه یکی از این موضوعات رو در یک زبان یاد بگیرید در زبان های دیگه هم با تفاوت خیلی کم مشابه همین موضوع. امروز بحثی که میخوام در موردش صحبت کنم بحث تبدیل های صریح و ضمنی هستش. خب اکسپریکت کستینگ و ایمپریکت کستینگ بهش میگن، تبدیل صریح و تبدیل ضمنی. دو تا موضوع خیلی ساده هستش اما در جلسات آتی لازم هستش که اینا رو بدونید، چون این موضوعات ساده رو ندونید در جلسات بعدی دچار مشکل میشید. خب ببینید، من یک مثال ساده در مورد این بگم، مثال ساده رو نشونتون بدم. ببین، ما یک کلاس چی درست کردیم؟ بوک، که یک سری پراپرتی هایی داره به نام کد و تایتل و کتالوگ. یک کلاس دیگه تعریف کردم نوت بوک، که بازم این دوتا پراپرتی داره. دقت کنی یه سری پراپرتی های این دو کلاس با هم چی هست؟ مشترک هستن. خب یه کتاب داریم یه نوت بوک داریم. خب الان اومده یه دونه از کلاس بوک چیکار کرده؟ آبجکتی ساخت. این کلاس بوک ما بود، اومده از کلاس بوک خودمون یه دونه آبجکت ساخت. خفتیم آبجکت ساختن یکیش هستش که موقعی که همین که میسازیم پارامتر ورودی رو باشیه بدیم، درسته؟ بعد اومده چیکار کرده؟ گفته یه دونه هم آبجکت چی ساخته؟ نوت بوک ساخته، درسته؟ بعد میخواد این کارو بکنه، میگه بین آبجکت نوت بوک داریم، میگه بوکو کست کن، بوکو کست کن به نوت بوک، بذار توی چی؟ نوت بوک. کست دو جوره، یا گفتیم در داخل پرانتز میذاریم کستش میکنیم، یا مینویسیم از. ببین این قسمت از مثلا در سی شارپ هستش، در جاوا وجود نداره، اما کست در جاوا و سی شارپ چیه؟ مشترک هستش. خب میگه این چی میده؟ میگه اگه ما اینو انجام بدیم چی میگیره؟ از بس ما خطا میگیره. واسه ما چی میگیره؟ خطا میگیره. خب میگه چی کار کنیم؟ به نظرت من اینو بزرگ کنم